در پریشتینه تخمیناً 100 اعتراضگر از حکومت کوسوو تقاضا کردند رهایی 21 شهروند این کشور را که ماهی روان بعد تیرپرانی در مکدونیا بازداشت شدند کفالت دهند. رهبران مکدونیا البانی های کوسوو را مسئول ناآرامی های اخیر می شمارند. به قول آنها در این ناآرامی ها 14 سلاح به دست کشته شده است که گویا همهشان شهروندی کوسوو می باشند. اعتراضگران در پریشتینه می گویند حکومت مکدونیا البانی تبارانی محلی را ترور می کند. در شهر سراєво پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان را خوب پیشواز گرفتند. او با سفر یک روزه به بوسنیه رفته است. گوردی فخری پرزیدنت اردوغان را با احترام نظامی پذیرایی کرد. رئیس جمهور ترکیه ملاقات سه جانبه مسلمان ها، سرب ها و خروات های بوسنیه را به نقشه گرفته است. در جریان این سفرش اردوغان چند سازش را امضا نموده در کشایش دوباره مسجد امپراتوری و حمام دوره امپری عثمانی که در قسمت قدیمی سراєво جایگیر می باشد حضور خواهد داشت. ترکیه در احیای خسارات و جنگ سالهای 92 قرن گذشته به بوسنیه کمک زیاد کرده است. در گرجستان ساختمانچیانی راهی ماشین گردید بیلیس روستاوی کارشکنی کردند. کارگران میگویند بالاروی نرخ که از سبب بقربشوی پول ملی گرجستان لاری به عمل آمده است معنی آن را دارد که معاش آنها دیگر کافی نیست. شرکت دولتی چین با نام سینوهید را که مسئولیت ساختمان راه را به دوش دارد ابراز داشته است که به افزایش معاش مخالف نیست ولی نگفته است که کی و به چه مقدار معاش را افزایش می‌دهد. در شهر بیشکک نمایشگاهی فروش محصولات نفقه‌گیران برپا شد. یک سازمان خیریه نصرانی که این معرکه را تشکیل کرده است میخواست تا نفقه‌گیران به این وسیله کمی درآمد به دست آورند. میزان میانه نفقه در قرقیزستان تخمیناً 80 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد.